وزیر خارجه روسیه خطاب به امرالله صالح و احمد مسعود. به نام خداوند بخشاینده و مهربان، بازم خوش آمدید در دیگر از ویدیو های چنل کابرایز. امید که تا آخرین خبر با ما بوده و چنل ما را سابسکرایب نمایید تا از خبرهای جدید و روزانه ما با خبر شوید. صفحه شورای نظار در صفحه فیسبوک خود می نویسد: وزیر خارجه روسیه: طالبان تمام افغانستان را کنترل نمی کنند. احمد مسعود و امرالله صالح در پنجشیر نیرو دارند. در همین حال صفحه مجتمع جوانان پنجشیر در روی برگ رسمی فیسبوک خود می نویسد: انس حقانی با چندین افراد تحت امرش با پنجشیر وارد شد. تپه خبر دیگر صفحه روزنامه دراد روز در روی برگ رسمی فیسبوک خود می نویسد: مراسم عاشورا در سایه بحران سیاسی و خلای قدرت برگزار شد. مراسم عاشورا امسال در کابل و ولایت افغانستان در سایه بحران سیاسی و خلای قدرت برگزار شد. امسال گزارش از هدف قرار گرفتن مراسم عاشورا در کابل و ولایات رسانه‌ای نشده است. مراسم عاشورا که در چندین سال اخیر با تهدیدات امنیتی مواجه بود، از سوی نیروهای مردمی و با کمک پلیس تامین امنیت می شد. امسال اما در نبود نیروهای امنیتی، برخی مسئولان طالبان از تامین امنیت مراسم عاشورا اطمینان داده بودند. با تسلط کامل طالبان بر افغانستان، شهرهای این کشور چهره نظامی به خود گرفته است. چهار روز از تصرف کابل توسط طالبان میگذرد، اما تا کنون نشانه و ادعاهای از تشکیل حکومت جدید و نوعیت نظام وجود ندارد. از سوی هم مراسم عاشورا امسال با سال روز استقلال افغانستان 28 آذر مصادف شده است. حکومت پیشین به رهبری محمد اشرف غنی برنامه داشت تا از این روز تجلیل کند، اما امروز طالبان در کابل از این روز تجلیل کردند. طبق یک خبر دیگر صفحه روزنامه اطلاعات روز در روی برگ رسمی فیسبوک خود می نویسد: سیگار نامنی مدام تلاش های امریکا برای بازسازی افغانستان را به شدت تضعیف کرده. بازپرس ویژه امریکا برای بازسازی افغانستان سیگار اعلام کرده است که نامنی مدام تلاش های ایالات متحده برای بازسازی افغانستان را به شدت تضعیف کرد. در گزارش تازه سیگار که امروز جمعه منتشر شده آمده است که تلاش های ایالات متحده برای بازسازی افغانستان در حالی صورت گرفت که این کشور در حال تجزیه شدن بود. طبق این گزارش امریکا در 20 سال گذشته 145 میلیارد دلار را در عرصه های بیبید نیروهای امنیتی، نهادهای غیر نظامی دولتی، اقتصادی و جامعه مدنی افغانستان مصرف کرده است. در کنار این سیگار گفته است که وزارت دفاع امریکا نیز 837 میلیارد دلار را در جنگ هزینه کرده است که در آن 2443 سرباز امریکایی و 1114 سرباز متحدان امریکا کشته و 20666 سرباز دیگر زخمی شدند. یافته های گزارش سیگار نشان می دهد که در طول 20 سال گذشته افغان ها خسارات بیشتر ناشی از جنگ را متحمل شده و در این مدت دست کم 66 هزار سرباز افغان کشته شده است. همچنین در گزارش آمده است که از سال 2001 میلادی تا کنون پیش از 48 هزار غیر نظامی افغان کشته و دست کم 75 هزار نفر دیگر زخمی شدند. سیگار در این گزارش گفته است در حالی که در چندین زمینه از جمله مراقبت های بهداشتی و آموزش پیشرفت وجود داشته، اما این پیشرفت ها مبهم و چشم انداز های ادامه آن مشکوک است. سیگار تاکید کرده است که تلاش های امریکا برای بازسازی افغانستان با شکست های زیاد نیز به همراه بوده است. طبق یک خبر دیگر اطلاعات روز در صفحه فیسبوک خود می نویسد: محقق برای ختم جنگ و ایجاد ثبات ملی، حکومت آینده نباید یک جانبه شکل بگیرد. محمد محقق رهبر حزب وحدت اسلامی مردم افغانستان گفته است که
که برای ختم جنگ و ایجاد ثبات ملی، حکومت آینده نباید یک جانبه شکل بگیرد، بلکه مبتنی بر اراده مردم و مشارکت هم اقوام و مذاهب کشور باشد. او افزوده است که در این راستا مذاکره با سران جهادی و سیاسی و شخصیت های ملی ضرورت انکار ناپذیر است. محقق پنجشنبه شب 28 اسد در یک یادداشت فیسبوکی نوشته است که در حکومت آینده ارزش های دینی و ملی، عقاید و نمادهای ملی، تمام اقوام افغانستان، حقوق بشر و زنان احترام گذاشته شود. او تاکید کرده است که راه رسیدن به ثبات و امنیت، ایجاد وحدت ملی و مشارکت عادلانه همه اقوام و مذاهب کشور در ساختار نظام حکومت آینده است. به گفته او، برای تحکیم ثبات و امنیت کشور، تلاش های مشترک کشورهای منطقه و جلب کمک های جامعه جهانی ضرورت است که باید شرایط آن فراهم شود. رهبر حزب وحدت اسلامی مردم افغانستان در این یادداشت خود، تسلط طالبان بر کشور را هم نیک و هم بد تعبیر کرده است. نیک از نظر آقای محقق به این جهت که با ورود طالبان به کابل، بساط یک حکومت چپاولگر فاسد و تبعیض‌گرایی منفور برچیده شد و مردم از شر آن نجات یافت. محقق نوشته است که حکومت پیشین در برابر چشمان حیرت زده مردم دنیا و ملت افغانستان، سرمایه های ملی و کمک های جهانی را به نفع خودش خارت و در بانک های خارجی منتقل می کرد، اما به این دلیل که شریک خارجی داشت کسی مانع دزدی های وی نمی شد. با این حال محقق نوشته است که طالبان نباید از طریق زور و ایجاد رعب و وحشت وارد کابل می شدند. او افزوده است که باید در یک تفاهم ملی با مشارکت همگانی حکومت جدید ایجاد می شد که از همه اقوام و اقشار ملت های نمایندگی می کرد و برخی نابسامانی ها و زورگاهی ها نیز پیش نمی آمد. با تشکر از این که تا آخرین خبر با ما بودید، جهت حمایت چینل ما را سابسکرایب نمایید تا از خبرهای جدید و روزانه ما با خبر شوید. منتظر نظریات و پیشنهادات سارم شما ایزان هستیم. تا خبرهای دیگر، الله یار و مددگارتان. اوقات خوب و خوش داشته باشید.